با فصل دوم شیمی نهم در خدمتون هستیم با موضوعیت نقش مواد در زندگی. ما تو فصل گذشته اومدیم در مورد مواد و اینکه چجوری ساخته شدن صحبت کردیم. حالا میخواییم بیاییم ببینیم که نقش این مواد توی زندگی ما چی هست و ساختارشون چجوری ساخته شده. رفتار اتم ها با یکدیگر. میدانیم که از کنار هم قرار گرفتن چند اتم مولکول حاصل میشود و از تجمع آنها ماده تشکیل خواهد شد. اما چرا از ترکیب شدن آنها گاهی مولکول داریم در حالی که گاهی یون تولید میشود؟ خب بچه ها ببینید، ما هممون میدونیم که تا الان همه مواد از اتم ساخته شدن و این مواد اتم هاشون که به هم متصل میشن مطمئنن مولکول رو حاصل خواهد کرد. ولی بعضی از مواد هستن که مولکولی هن، بعضی ها هستن که یون میسازن. شما تعریف یون رو توی سالهای گذشته خوندید و میدونید که یون چیه. هرگاه یه اتم خونسا الکترون بگیره یا الکترون از دست بده بهش میگفتیم یون. در حالت کلی یون دارای بار الکتریکی بود، یعنی خونسا نبود. حالا ما میخواییم بیاییم ببینیم چرا مواد بعضی هاشون یونی هستن، بعضی هاشون کلن خونسان و یونی نیست. در سال گذشته آموختیم که بیشتر عنصرها در طبیعت به حالت آزاد یعنی عنصری یافت نمیشوند، بلکه به حالت ترکیب هستند. به عنوان مثال آب، شکر، سدیم کلورید و آمونیاک. این چهارتا رو سالهای گذشته اومدیم و مطالعه کردیم که اینها به صورت آزاد یا عنصری یافت نمیشن، یعنی چیان؟ مولکولی هستن. دقت بکنید، شما مولکول آب رو ببینید، فرمولش چی بود؟ H2O، دو تا هیدروژن داشت، یه اکسیژن. دو تا هیدروژن و یه اکسیژن که تو هوا نمیتونن پراکنده باشن، باید به هم متصل شده باشن. این اتصال چند تا اتم رو به هم متصل میکنه و در نتیجه به ما چی رو خواهد داد؟ مولکول رو. شکر از ترکیب C، H و O ساخته شده که جلوتر میبینید فرمول شیمیاییش هست C12H22O11. سدیم کلورید NaCl، یه دونه سدیم یه دونه کلور، اینها به هم که متصل میشن دو تا اتم ان که به هم وصل میشن میشن مولکول. و آمونیاک NH3، نیتروژن و سه تا هیدروژن که به هم متصل بشن مولکول رو به ما خواهند داد. ضد یخ، اتیلن گلیکول رو در رادیاتور خودرو میریزند تا از یخ زدن آب در زمستان جلوگیری شود. خب ضد یخ یکی از اون موادیه که به صورت مولکولی تو طبیعت وجود داره و عنصری نیست و توی کتاب درسی شما به شدت از این سوال اومده. تا الان تو امتحانات نهایی خیلی شده که از ضد یخ یا اتیلن گلیکول سوال بدن و سوالش هم به این صورته که برای جلوگیری از یخ زدن آب در اتومبیل از چه چیزی استفاده میکنن، شما باید مینوشتید اتیلن گلیکول. یا می اومدن میگفتن که اتیلن گلیکول به چه دلیل باعث یخ زدن آب نمیشه توی اتومبیل، باید می اومدید و میگفتید به دلیل اینکه چندین مولکول به هم متصل شده، پس دمای جوش اون چیه؟ بالاست. الکل، اتانول برای ضد عفونی کردن بیمارستان ها و لوازم پزشکی. خب تیتر رو که نگاه بکنید نوشتم الکل ولی پایین نوشتم اتانول، پس دقت داشته باشید که الکل همون اتانوله. اتانول الکل صنعتی محسوب میشه، گاهی اوقات صنعت تب هم ازش میان استفاده میکنن و توی اون برای ضد عفونی کردن استفاده میشه. چجوری؟ برای استفاده از آمپول، شما که میرید دکتر و میخواید آمپول بزنید، یک پنبه رو آغشته به الکل میکنن و اون رو میمالن به قسمتی که شما میخواید آمپول بزنید، مثلا روی بازوتون، بعد آمپول رو داخل پوست شما فرو میکنن. چرا؟ چون الکل خاصیت ضد عفونی کنندگی داره و باعث میشه که میکروب هایی که روی پوست شماست کشته بشه و سرنگ که وارد پوست شما میشه اون میکروب ها وارد بدن شما نشه. آمونیاک، تزریق به زمین های کشاورزی جهت بهبود رشد گیاهان. همونجوری که میبینید آمونیاک NH3 برای بهبود رشد گیاهان بسیار مؤثره.
اما این آمونیاک یا همون نیتروژنی که باعث رشد گیاه میشه و ما در چرخه نیتروژن تو فصل قبلی بهش اشاره کردیم، به چه صورتهایی وارد زمین میشه؟ به دو صورت. یکی به صورت مصنوعی بود که ما میومدیم اون رو اضافه میکردیم توی کپسول‌های بزرگی که اینجا مشاهده میکنید، میان آمونیاک رو میسازن و به زمین تزریق میکنن، و به صورت طبیعی که میدونید 78% هوا رو چی تشکیل میده؟ نیتروژن. و در صورتی که بارندگی اتفاق بیفته، این نیتروژن توی آب حل میشه و به صورت محلول داخل آب قرار میگیره و میاد روی زمین توی خاک و گیاهان نیتروژن اون رو استفاده میکنن و رشد گیاه سریع‌تر خواهد شد. آباهک. برای اینکه مربای کدو حلوایی ترد شود، آن را قبل از پختن در آباهک قرار میدهند. خب آباهک چیه؟ شما توی سالهای گذشته خوندید که آهک رو میتونیم بگیم CaO که بهش میگفتید آهک زنده. حالا اگر من بیام این آهک زنده رو توی آب حل بکنم میشه آباهک، و این آباهک رو اگر بریزم توی یه ظرفی و داخل اون کدو حلوایی های خودم رو قرار بدم، آباهک داخل این کدو حلوایی ها نفوذ میکنه و به مرور زمان باعث میشه که یک مقداری بزرگتر بشن، اتم هاش متورم بشن. وقتی که شما میایی باهاش مربا درست میکنی، میبینی که کدو حلواییات ترد شدن. ترد شدن به چه معناست؟ شما اگر کدو حلوایی توی آباهک قرار ندید و بیایید اون رو مرباش بکنید، وقتی که میخورید یک حالت کیشسانی داره، یعنی وقتی که میجویدش یه حالتی داره که اصلا پودر نمیشه، مثل آدامس میمونه. ولی وقتی که توی آباهک قرارش میدید ترد میشه، به صورتی که وقتی شما گاز میزنید اون رو میذارید توی دهنتون و میجوید، توی دهن شما میشکنن و یه مقداری حالت تردمانند و خوشمزه تر به خودش میگیره. ذرات سازنده این مواد یونها یا مولکول ها هستند. به عنوان مثال قندها یا همون گلوکوز از مولکول های چند اتمی ساخته شدند.